شماری از نهادهای حمایت از روند صلح نشستی را در کشور با حضور مقامات حکومتی، نمایندگان مردم و نیز علمای دین زیر نام تقویت روابط جامعه با نیروهای امنیتی در امر مبارزه با افرادگرایی در کابل برگزار کردند. اشتراک کنندگان مبارزه با افرادگرایی را در کشور به منافع جامعه جهانی خوانده، حمایت و همکاری مردم را با نیروهای امنیتی در کاهش افرادگرایی مهم می‌خوانند. اگر مردم همکاری نکنند با نیروهای امنیتی، ما فکر میکنم که این تنها دفاع از این مملکت مسئولیت نیروهای امنیتی به تنهایی نیست، بلکه هر فرد افغان باید احساس مسئولیت بکنند و همکاری بکنند، حمایت بکنند از نیروهای امنیتی تا اونا باشند و اونا موفق شوند در عملیات. تمامی جامعه بین‌المللی و قدرت‌های منطقه در شکست نیروهای تندرو مانند داعش، طالبان و گروه های دیگر که به منظور نیل به اهداف سیاسیشان به دهشت افغانی دست میبرند، منافع مشترک دارند. علمای دین در این کنفرانس تامین صلح در کشور را نیاز مبرم به شهروندان میخوانند و نیز جنگ گروه های داعش و طالبان را در مقابل نیروهای امنیتی آرام میدانند. طالب نماها یا طالب مبارزه میکنه بر علیه نیروهای امنیتی افغانستان. این مبارزه ایشان بر روشنی دین مبین اسلام حرامی قطعی است، هیچ جای نداره، هیچ جواز نداره و این مبارزه که کاملا غلط در دین مبین است. در این حال مسئولان نهادهای امنیتی که در این نشست سخن می زدند، کشورهای بیرونی را در راه اندازی استراتژی جنگ در کشور متهم می کنند و نیز از تلاش ها برای محو افرادگرایی در این نهادها خبر می دهند. طالب یک حرکت مستقل نیست، یک ابزار استراتیجیکی کشورهای منطقه هستند که انفجار، انتحار، ترور یکی از استراتیجیشان هستند. در وزارت دفاع ملی مبارزه علیه فساد و افراطیت از جمله اهداف استراتیجیک وزارت دفاع ملی است و در سرخط وظایف اونا قرار دارد. ما به خاطر از اینکه ما دین مقدس اسلام طوری که هست او را برای منصوبین اردوی ملی خود شناختانده باشیم و اونا را هدایت و رهنمایی کرده باشیم، تلاش های جدی وجود دارد. سیستم بایومتریک در وزارت دفاع ملی سبب از این میشه که افراطیون و دشمنان مردم افغانستان وارد اردوی ملی نشود. این نشست در حال با حضور علمای دین و نیز مقامات حکومتی در کشور برگزار می شود که بنابر اداره شدن برخی نهادهای امنیتی تا اکنون سخن از نیروهای خیالی و سوء مدیریت در این نهادها پابرجاست، موضوعی که سبب شده تا شهروندان به این نهادها بی‌اعتماد شوند.